فقدان امنیت در کمپ لیبرتی. تایر بومدرا مقام ارشد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر میگوید سازمان ملل در عراق به طور غیر قانونی و غیر اخلاقی عمل کرده است. خبرگزاری اینترپرس، مقر ملل متحد، نیویورک. حامیان ساکنان لیبرتی روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کردند تا مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد یونامی و مارتین کوبلر نماینده ویژه سابق ابراز کنند. از زمان انتصاب کوبلر در عراق در اوت 2011، بدرفتاری نیروهای عراقی نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایران شدت یافت است. دولت عراق سالها مترصدان بود که انتقال مجاهدین از کمپ اشرف صورت گیرد، اما تنها تحت مسئولیت کوبلر در یونامی موفق به پیش برده این کار شد. کمپ اشرف با مساحت 36 کیلومتر مربع در طول 26 سال گذشته به دست ساکنان آن که بسیاری از آنها دارای مدارک عالی تحصیلی از دانشگاه‌های آمریکا هستند ساخته شده است. طاهر بومدرا، رئیس پیشین دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بغداد، معتقد است که کمپ اشرف یکی از چشمگیرترین شهرها در عراق است. او به خبرگزاری اینترپرس گفت آنها برق از طریق نور خورشید تولید می کردند تا خیابانها را چراغانی کنند. ساکنان همچنین یک گورستان، مرکز خرید و دانشگاه در آنجا ساختند. اما در لیبرتی ساکنان در یک مساحت 600 متر مربع و فاقد تأسیسات یاد شده فشرده شدند. این انتقال قرار بود موقت باشد، اما 18 ماه بعد از آن بیش از 3000 عضو مجاهدین همچنان در آنجا مستقر هستند، آن هم در شرایط نامساعد با وجود فاضلاب، نبود تأسیسات بهداشتی کافی و فقدان حفاظت در مقابل حملات نیروهای عراقی. از زمان انتقال به کمپ لیبرتی 16 تن از ساکنان جان خود را از دست داده و 230 تن از آنها به خاطر سه حمله‌ای که به دست نیروهای عراقی به وقوع پیوسته مجروح شدند. تظاهرکنندگان در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک کوبلر را متهم به مشارکت در ناگوارتر شدن اوضاع ساکنان لیبرتی می کنند. ساکنان لیبرتی که در سال 2004 به عنوان افراد حفاظت شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو شناخته شدند، مکررن خواستار کلاه خود، پناهگاه و تجهیزات پزشکی شدند و گفتند که هزینه های آنها را خودشان خواهند پرداخت. اما دولت عراق این خواسته ها را رد کرده است. علی صفوی به اینترپرس گفت شرایط امنیتی در لیبرتی مساعد نیست. ساکنان باید در سنگر زندگی کنند چون در برابر موشک ها حفاظی ندارند. طاهر بومدرا که به خاطر عملکرد کوبلر در عراق از مقام خود استعفا داده است به خبرگزاری اینترپرس میگوید سازمان ملل در عراق به طور غیر قانونی و غیر اخلاقی عمل کرده است.